اینجا رادیوی جهانی پارس است. شما می توانید برنامه‌های ما رو در وبسایت persianwordradio.com دنبال کنید. مسافرای ما سوار شدن. کو آزادی؟ مردم دارن زیر این چکمه‌ها خورد دارن میشن. کو خدا؟ گناه داوود رو آورده بود اونجا. ببینید چه چیزایی تو کتاب مقدسه. من گفتم این نقطه ضعف. من اینطوری بگم بهتون. یعنی چی؟ مهسا امینی دختر خدا بود. دعایی که میکنیم دعای نجات نیست. ما دعای نجات نداریم. ولی میتونید دعایی بکنید که با ایمان دستمو گذاشتم روی گلوم و واقعا خسته بودم از این همه سال. مگه من جرمم چیه؟ مگه من غیر از اینکه کمک کردم به مردم، به معتادین، به فحشه، به افرادی که زندگی سالم پیدا کردن، جرم دیگری در من دیدید؟ روزانه در سرور ایرانیش که سانست هست، اسمش تبلیغم دارم میگم براشون، در این سرور روزانه ولی نه الان بهتون میگم آدما افسرده میشن به خاطر بیشتر و رفتارهای من. اصلا به عنوان نماینده رفته بودم که اونجا ارمنیان و مسلمان. بله خب من به این هدف در مورد مسیح صحبت کردم. بیننده ها و شنونده های عزیز، قدم شما مبارک باشه، مقدم شما رو خوش آمد میگم به یک برنامه دیگر از سری برنامه های همسفر. افتخار دارم یک بار دیگر از دوستان قدیمی و همسفران عزیز که با هم در این سفر شریک بودیم سالهاست و لذت بردیم از مصاحبت و مشارکت هم دیگه، دوست عزیز خانم فرح سید مهدی و برادر عزیزم آقای فرشید سید مهدی، شبانان مرسی. کلیسا خیلی ممنون. قدمتون مبارک باشه. خیلی شکر. ممنون اومدید. مرسی. خیلی ممنون شما. بله که در این برنامه ها ما میتونیم باعث برکت باشیم همراه با شما. من که لذت بردم. خیلی ممنون. من واقعا شنیدن داستانه شما دفعه قبل ماری که اسمش مار مرگ بود، برنامه قبلی ما رو حتما نگاه کنید. دیدنیه. تبعید شدن آقای فرشید سید مهدی به خاطر حالا چه کاری، کلکی که تو سربازی زدن تبعیدشون کردن. همیشه میگن وقتی صدای آجیل میاد با کفش میرفتن، این دفعه پای برهنه رفتن، برگشتن دیدن ماری اونجاست که ما رو گرفتن. در ضمن با مزه ترین قسمت این بود که مار بزرگی رو گرفتن چند متری، یک قسمتش رو کباب کردن، یک مقدارش رو آبگوش کردن و اون دیدنیه. برنامه گذشته ما رو حالا صرف نظر از ایمان مسیحی، مارخوری شبان فرشید سید مهدی رو باید ببینیم. یا داستانی که فرح تعریف کردن که خونه جدیدی احساس کردن باید عوض کنن، یه هفته بعد خونهشون کلن رفته زیر زمین. تو کدوم قسمت شهر تهران؟ خیابون دبستان سید خندان. سید خندان، یعنی خدا بارها نجات داده. دوست عزیز، در این سفر عمرتون شما چه اتفاقات عجیبی دارید؟ اگر ایماندار مسیحی هستید و اتفاقاتی افتاده که خارق العاده است و دست نجات دهنده خداوند عیسی مسیح رو در زندگی داشتید، محبت کنید به ما بنویسید. عکسی دارید، خبری دارید، برای ما در میان بذارید که بتونیم ما هم در رسانه ها عنوان کنیم. یا اگر ایماندار مسیحی نیستید بگید برای من هم اتفاقات عجیب غریبی افتاده. نه فرح اون موقع ایماندار مسیحی بود، نه فرشید اون موقع ایماندار بود که از این مرگ مار مرگ نجات پیدا کردن. شما هم اگر داستانهای عجیب غریبی دارید برای ما با این شماره تلفن و با این ایمیل ها با ما در میان بذارید. من در این برنامه دوست دارم یک قسمت دیگری رو عزیزان فرشید و فرح در میان بذاریم. من داستان پولس رسول. پولس رسول مذهبی شدید بود، دبش و اولین شهید مسیح استیفان را میگه رداشو نگه داشته بود که مردمی که سنگ میزدن و اونو سنگسار کردن و کشتن. گفت که توهین میکنه، عیسی پسر خداست، دست راست خدا نشسته، کشتن بنده خدا رو. و لذت میبرد و کلی دستور از آیت الله های اون زمان گرفته بود بره دمشق مسیح رو دستگیر کنه که تو راه با مسیح ملاقات میکنه. این کلمه ملاقات خیلی جالبه و اگر داستانهای گذشته ما رو، برنامه گذشته رو دیدید، فرح و فرشید دائما تکرار میکنن با خدا ملاقات کردیم با خدا. یه بار به فرشید گفتم همیشه میگی ملاقات کردی، میگه اینجاست. بله اینجاست، عیسی مسیح اونجاست. شما با کی ملاقات کردید؟ اینقدر رفتید زیارتگاه چیزی گیرتون اومده؟ مرده هستن و آدم مرده که ملاقات نمیکنه، دست نمیده، ولی با مسیح ملاقات کردیم. این پولس رسول در نامه ای که به کلیسای افسوس مینویسه اینطور مینویسه، خیلی جالبه، باب ششم: باری در خداوند و به پشتوانه قدرت مقتدر و نیرومند باشید.
اسلحه کامل خدا را برتن کنید تا بتوانید در برابر حیله های ابلیس بایستید، زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست. الان هم ایمانداران ما مشکلمون با افراد و بسیج و سپاه و اینا فقط نیست، بلکه ما علیه قدرت ها، علیه ریاست ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک، علیه فوج های ارواح شریر در جاهای آسمانی می جنگیم. پس اسلحه کامل خدا را برتن کنید تا در روز شر شما را یارای ایستادگی باشد و بتوانید پس از انجام همه چیز بایستید. پس استوار باشید، کمربند حقیقت را به میان ببندید، زره پارسایی را برتن کنید، کفش آمادگی برای اعلام انجیل سلامتی را به پا نمایید، افزون بر این همه سپر ایمان را برگیرید تا بتوانید با آن همه تیرهای آتشین آن شریر را خاموش کنید، کلاه خود را نجات را بر سر نهید، شمشیر روح را که کلام خداست به دست بگیرید و در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همه مقدسین دعا کنید. آمین. چه جنگیه. پس مسیحیت نه فقط ارتباط با خداست، در اینجا ارتباط ما با ارواح شریره. یعنی در واقع میگه این کسانی که بدی میکنن، میخواد بسیج با سپاه باشه یا در آمریکا بسیج و سپاه نیست، کسی دیگه است، پلیس ها هستن، پلیس های راه هستن، چه فجایعی میکنن، میگه اینا پینوکیو هستن، اون پدر ژپتیوس که اینا رو تکون میده دست و پاشونو، مردم اسیرن. و نبرد ما میگه نبرد ما روحانیه. پس من مسیحیت رو دوست دارم و مسیح رو دوست دارم که بر صلیب بر این فوجهای شرارت و شیطان پیروز شد، ولی در ضمن میخواد ما در دعا هم در این شکست نهایی شیطان سهیم باشیم. در واقع نبرد با مسیحه، پیروزی با اونه. آمین. ولی به ما هم فرصت میده، ما هم بازی کنیم. بله. یه گلی بزنیم بگیم ما هم گل زدیم. شما چه احساسی دارید راجع به این صحبتایی که پولس رسول میکنه که جنگ ما با خون جسم نیست؟ اولا یک سوال از فرح سوال کنم، شما تا حالا دیو اخراج کردید؟ به نوعی بله، نمیشه که ایماندار فرمان با دیو سر و کار نداشته باشه. نمیشه. ارتباط داره. یکی از عللی که من به همه محبت میکنم چون خودش اون خوبه. آها. اون گناهش یا اون چیزی که توشه، اون تاریکی که بسته اون بستش. ولی یکی از عطاهای من اینه شخصا که وقتی یکی میمد خونمون و میخواست که براش دعا کنیم، اول این روحای بدو فرمان میدادم و بیرون میکردم، بعد همسرم دعای توبه میکردن. بعد عوارضی هم داشتن که این روحا خارج میشدن؟ داد و فغان و فریاد و اینا دیدی؟ با گریه بعضی وقتا، با لرزش بعضی وقتا افتاد. بله، اما اقسام چیزا رو داشتن ولی آزاد می شدن. بعدش بله. وقتی می آمدن نظر تو قیافه جدی میگم ترسناک داشتن. واه. صورتشون زشت بود خیلی. و وقتی که اسیر کرده بود شریر اونا رو، کاملا زشت، بسته، پیچیده، پیر، یه جور عجیبی بود. بعد از این دعا و بعد از دعای توبه همسرم، واقعا اگه عکس انداختیم بعضیاشونو قابل قیاس نیستن. عجیبه. یه دفعه این صورت ها باز میشه. خواهرم هلن همیشه میگه که عیسی مسیح انوست زیبایی دارن. عیسی توی زیبایی دارن. بله بله. وقتی میری سراغش زیبایی میاد. واقعا اینطوره. اینو ما به وضوح میبینیم. آخرین بار رفتیم بیمارستان، یه برادری بود که سرطان داشت و هلندی بود. گفتن که خانمش ایرانی بود، گفتن بریم دعا کنیم. وارد اتاق شدیم، اینقدر این برادر ترسناک بود که من واقعا با زور رفتم تو. ولی وقتی رفتیم دست گذاشتیم رو سرش، آزادش کردیم و همسرم دعای توبه رو خوند براش. هلندی بود؟ بله هلندی بود. و مترجم داشتیم، صحبت کردن براشون اینا. وقتی میمدیم بیرون جدی اون مرد نبود، جدی اون مرد نبود. خداوند شکرت. صورتش نور میزد. شنونده و بیننده، میبینید چی داری میگیم؟ این داستانای واهی نیست، تخیلات ما نیست. نه. در زن فرای عزیز دیدید که اون کسانی که با برنامه گذشته با ما بودید چه تجربیات عالی دارن و زمانی که مسیحی نبودن، تولد تازه مسیحی نداشتن، دبیر بودن، مدبر بودن، اهل مطالعه بودن. پس کسی نیست فرح که احساساتی بشه و این حرفا رو بزنه. شما شبان فرشید، شما چطور با دیو اخراج کردید، با ارواح شریر روبرو بودید؟ بله، مسلما هر ایمانداری وقتی که در بشارت میده، بله،
با این ارواح، با ارواح شریر روبرو میشه. بله روبرو میشه. بله بله خیلی اوقات نتیجه چی بوده؟ یکی تجربیات بارزتون. ببینید تجربیات بارز نتیجهش آزادی افراده، نتیجهش پیروزیه، نتیجهش اینه که یه نفر واقعا از اون جایی که بوده ببینید یه جای دیگه تبدیل به یه چیز دیگه میشه. من در تمام سفرهای کنفرانسایی که داشتیم با هم خیلی اوقات شما اونجا بودین، یه تیم داشتیم که فقط برای مسائل دعا میکردن، برای افراد که دیو زده بودن با اونها متحدن دعا میکردیم و اونها رازم. شاید برای خیلی ها این مسئله یکم نلموس نباشه، مخصوصا بینندگان عزیز که میبینن. مسئله که هست اینه که وجود داره، تا تجربهش نکنین شاید شما هم بگین که نه. شاید بیننده ها شنونده ها ندونن که آره. اسیر دیون. ولی یک چیزی به شما بگم فرشید جان و خواهر فرهی گرانقدر، خیلی هستن اومدن گفتن دیوا منو اذیت میکنن. با دیوا به زور میخوان میبخشید. جسارتا خانم میگم میخوان با من هم بستر بشن. دیوا میدونید که در ایران مخصوصا در جنوب کشور فاجعه هایی هست. ما دیو اخراج میکنیم، اونا دیو دعوت میکنن چون دیو بهشون اقتدار میده. نمیخوام وارد این مقوله بشیم، ممکنه بچهای کوچیک الان برنامه رو ببینن. من یک مثالی رو میخوام بزنم یکم واضح‌تر بشه برای افرادی که شاید این در سطح کلی‌تر بکنه مساله رو، ولی یکم بهش فکر کنیم. ببینین کشور ما ایران کشوریه که کاملا در سراسر داستانش، چه تاریخ کتاب مقدس چه تاریخ دنیا، همواره کمک کرده به ممالک دیگه و مخصوصا برای قوم اسرائیل برکت بوده، به یهودیان مخصوصا. چرا؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم همونجور که خدا در کلام خودش میگه کوروش مسح شده، پادشاه مسح شده بود، او رو انتخاب کرده بود که کمک کنه اتفاقا تا نجات دهنده از این قوم بیرون بیاد. خب وقتی ما نگاه میکنیم این اتفاق افتاده، الان یکی نیست از خودش بپرسه دلیل اینکه این مأموریت داده شده به اینهایی که الان در کشور ما تحت سلطه قرار دادن، کی بهشون این مأموریت رو داده که بگن آقا ما باید اسرائیل از بین ببریم؟ این جنگ جنگ روحانیه، اصلا جنگ جسمانی نیست. من معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام. وسط شنونده بیننده متوجه شدید، توجه کردید چی گفتن؟ در کلام خدا غیر از مسیح که مسح شده خداست، کوروش میگه مسیح من. و کوروش رو فرشید جان میبخشید تکرار میکنم برای اینکه خیلی مسئله مهمه، بحث بسیار جدیه. مسیح رو کوروش رو مسح میکنه که بتونه باعث نجات قوم اسرائیل بشه، معدوم نشن، که از بطن اون از شیر یهودا باید نجات دهنده عیسی مسیح بیرون بیاد، که داستانش مفصله. منجمین ایرانی، فرزانگان ایرانی از ساوه و یزد رفتن و به بیت لحم و مسیر ملاقات کردن. حالا همون شریر از طریق بعضیا که اون شرارت و قدرت شرارت گرفته، نه فقط قوم ایرانو دارن معدوم میکنن، جفا بر سنی و شیعه و بهایی و برهمن و مسیح و همه وارد میکنن، میخوان اون قوم اسرائیل رو هم نابود کنن. خیلی حرفه. سوالم اینجاست، هیچ کس از خودش سوال نمیکنه اون کسی که این مأموریت رو داده و در این سیستم قرار داده کیه؟ خیلی جالب. این روحه، این جنگ روحانیه. یعنی ما در اونجا موفق یک روحی رو که میتونسته باعث نجات بشه رو کمک کرده، اون روح بر مسح اومده بر پادشاه ما که کمک کنه با تمام تواریخش در استر، دانیال، حبقوق، عزرا و و و همینجوری شما میبینین کمک کنه و کمک نه تنها برای استر، برای که خیلی از کشورها باشه، ولی الان اومدن اسم اون کشور رو عوض کردن، گذاشتن جمهوری اسلامی ایران. اومدن میگن با ثروت این کشوری که قبلا همین ثروت برای برکت قوم ها بود، با همین ثروت میخوایم ما از بین ببریم. با همین ثروت و با همین مردمش میخوایم ما اسرائیل از صحنه نقشه دنیا پاک کنیم. آخه یکی نیست بگه آخه این جنگ واقعا رو. برای این کسایی که میگن نیست، اتفاقا رو میخوام بگم که ببینین حتی در این قسمت خیلی وسیع‌تر هست، حتی مأموریت میده. ببینید فرشید، مسئله خیلی جدیه. من نمیخوام وارد بحث سیاسی بشیم، گرچه در مسیحیت با سیاست هم در کار هست، ارتباط داره. ولی اگر واقعا این دوستان قصد نابودی اسرائیل داشتن اما قصد آبادی کشور رو، میگفتم اوکی، اینم یک مقوله ایه. اگر این دوستان تمام ثروت ایران رو به غریب و اجنبی و دیگران میدادن ولی خودشون تاراج نمیکردن و بچه هاشون تو آمریکا قصرا نمیخریدن، جزیره نمیخریدن، در ونکوور بزرگترین آپارتمان ها و بلندترین ساختمان ها رو نمی خریدن، اونم یه مقوله دیگه. ولی آخه دزدی و غارت هست، اگر به خاطر تجاوز هست، تجاوز هست آخه به اسم خدا، اگر بکشید
میکشید، حالا به هر دلیلی کشتن، که اون کسی که میکشه از شیطانه. این روحه، این از شیطانه. این اون کسی که به خودش اجازه میده یک نفر رو اینطوری به صورت شلیک کنه، یا اینکه اصلا بزنه، یا توی زندان بهش تجاوز کنه، اینا روح شریره. و جسدشو به پدر مادر ندن. این من نمیدونم ملت ایران به چی آویختن، به چه، این حقیقت نیست. من یه چیزی خیلی آزارم داد، میدونین چرا صبح زود اعدام میکنن؟ بله، برای اینکه روز بعدو نبینه اون شخص. تو داری یه نفر اعدام میکنی، دیگه برات مهمه که روز بعدو این نبینه؟ نه، فقط بخاطر اینه. یکیش، ولی یکی دیگه دلیل دیگهش، دختر رو میگن بهش تجاوز کنیم که بهش نره یه وقت، چون باکره نباید باشه. ما وارد مسائل خیلی میخوام بگم، این روحه، فاجعه میشه، این یه روح میتونه باشه. بله. شما فرح راجع به این چی میگید؟ جنگ ما با خون جسمی، البته من و همسرم کشمگی و گروهی که فرشید گفت انقدر داستانهای عجیب غری داریم از ارواح شهید که اگر شما بیننده و شنونده نشنیدید با ما تماس بگیرید. و در ضمن افراد اومدن الان، نمیخوام، چون ممکنه بچهای خردسال دارن نگاه میکنن، زنای باردار نگاه میکنن، ما اجازه نمیدیم در این جلسات باشن، دستا رو نشون دادن، گفتن این رو مجبور میکنه. خانمی در سوئد گفت که برادر بر من دعا کنید، نشون داد با اتو چه کارا کرده بود. گفتم من نمیخوام علنی راجع به این مسئله صحبت کنیم، ممکنه بچهای خردسال باشن، اما خداوند قدرتش بی نهایت بیشتره. بله. چون در هر حال اینا هم مخلوق خدان. بله. یکی میگه شیطان خدا آفرید، پس کی آفرید؟ زنبلوغ آفرید؟ خدا آفریده. حالا چرا شیطان آفریده؟ شیطان فرشته بسیار زیبایی بود، مغرور شد. اینه که میگه، میگن ملک تاوس، یعنی زیباترین زیبایا، مغرور شد. میگن چرا مغرور شد؟ خب خدا انسان آزاد آفرید، من و شما آزادیم، نمیخوایم آزاد باشیم. میگه چرا خدا اینقدر اجازه داده گناه بشه؟ خب به ما آزادی داده، خدا لذت میبره. شما دوست دارید بچه داشته باشید میاد بسه بینه که بابا من شما رو دوست دارم الان ببوسم، یا دو دقیقه دیگه این دوسته رو دوست دارید، یا میگید بچه بیا بابا رو ببوس، میگه نمیخوام، ولی بعد از نیم ساعت میاد میبوسه. یعنی آزاده، انتخاب میکنه، انتخاب میکنه. خدا انسان آزاد آفریده. آمین. شریر مغرور شد، سقوط کرد، شد شیطان. بعد نافرید میگه خدا میدونست که این سقوط میکنه. خدا همه چیزو میدونه. بله. گن زدنهای منم میدونه، ولی علارغم این محبتش، خداوند محبتش اینه که خلقت کنه، بیافرینه. خب باز برگردیم، میگه نبرد ما با خون جس نیست، با ارواح شریر. شما دوست دارید خداوند وارد زندگیتون بشه، نه فقط شما رو قوت بده، که بر تمام اون تاریکی های درونتون، نیروهایی که اعصابتون رو خورد میکنن، شبا نمیذارن بخوابید، خودزنی میکنید، آنارکسیا دارید، بولیمیا دارید، یا تنپروری خوراک، یا اینکه خودتون رو در لاغری مفرد به کشتن میدید. بذار میتونم خیلی ساده ترش کنم. من فکر میکنم حتی شما عادت به دروغ گفتن به این روح بده. بله، اصالت شما دارم. نمیتونی راست بگی. اصلا ما یه بازی داریم، مافیا بازی میکردیم. وقتی بازی میکردیم یه نفر برگشت من نمیتونم بازی کنم، چون وسطش دوست دارم تقلب کنم. میدونی اصلا یه روحی بهش میگفت تو باید تقلب کنی. اصلا دوستی داشتم، خودش درگیر بود با خودش. میگفتم چرا این کار میکنی؟ گفت من دروغو دوست دارم، نمیتونم دروغ نگم. این روحه، عادت میشه دیگه. یعنی این فقط یه گناه نیست. بله. دریک پریس خیلی جالب بود برای من اولین بار بود اینطوری میشنیدم ازش، که ایشون میدونی که آخرین بارم بود که پشت پودیوم صحبت کرده بود، در کنفرانس ما بود، میگفت اگه بستنی رو با لذت بخوری اینم رو داره. من دیگه اون دیگه خیلی شدید بود. منظورشون این بود که کسی که معتاده به بستنی. آره، منظور این بود که شما هر چیزی که شما رو اسیر میکنه. اسیر میکنه. بله. ببینید اینجا یک نکته ای است که برای بیننده ها شنوندگان توضیح بدم، بارها صحبت شده از من، میگه شما مسیحیان گناه نمیکنید. چرا؟ ما هم ضعف داریم، اشتباه میکنیم، در جسم هستیم، ولی اسیر گناه نیستیم. ما اگر گناه میکنیم آگاهانه است، اشتباه میکنیم، لغزشه و برمیگردیم، خدا منو میبخشه. اما شما نمیتونید گناه نکنید چون برده گناهید. این فرق داره. یکی برده گناه نمیتونه گناه نکنه، یکی آزاده ولی اشتباه میکنه، لغزش میخوره و میدونه ایداد چه اشتباهی کردم، برمیگرد میگه خداوند حماقت کردم، منو ببخش، و خداوند میبخشه. پس باز برمیگردیم این مسئله اسارت. من در اینا میخوام توضیح بدم به دوستان ایرانی، من افراط و تفریط رو شنیدم. این نیست که در ایران دیو زیاده، خیلی شنیدم، در آمریکا هم دیو زیاده، در هلند هم دیو زیاده، در انگلیس دیو زیاده. در یک کشوری بودیم، اجازه بدید نگم،
اتفاقاتی افتاد در 30 سال پیش بود، بعد کشیشان اون شهر به من گفتن اینقدر دیو اینجا بود پس چرا ما خبر نداشتیم؟ گفتم آتش بس اعلام کرده بودیم. نه شما کار به کار اونا داشتید نه اونم کار به کار شما. ما منیم سوراخ و موش رو پیدا کردیم، لانه موش رو پیدا کردیم و سوراخ ما رو پیدا کردیم و توش یک نیزه زدیم و تمام جنگ شروع شد. بنابراین کلام خدا میگه جنگ ما با خون و جسم نیست. اینه که دوستانی که در ایران هستید، اگر ایماندار مسیحی هستید و در قلبتون تیرگی و توهین و حرفای زشتی هست نسبت به زمامداران این روزگار در ایران، تنفر، گناه میکنید. چون تنفر اونا رو نابود نخواهد کرد، تنفر شما رو نابود میکنه و عیسی مسیح گفت نباید متنفر بشید. گفت برای اون کسانی که این بدی میکنن طرف برکت کنید. بعضی میگن من برای این آقا، اون آخوند، این بسیجی که این فجایر کرد طلب برکت کنم. طلب برکت ماسمالی گناه نیست، اشتباه نکنید. طلب برکت بگید خداوند را رحم کن که این یا توبه کنه یا تنبیه بشه. هر دو با ته دو نقطه است، یا توبه یا تنبیه، یکیشون. یعنی دست خدا را بر اون باز میکنید. ولی در ضمن خودتون چی؟ کلام خدا میگه اول بیا اون چشم تو بیار تو آینه ببین که تو خودت چقدر گناه داری. اگه شما مسند قدرت داشته باشید چیکار میکنید؟ چقدر دوستان بودن آشنایان که گفتن اگه من این کاره بودم این کار نمیکردم، وقتی خودشون به اون اقتدار رسیدن بدتر عمل کردن. خب فرح، شما چه نصیحتی دارید برای بیننده و شنوندگان؟ تا میتونن از خرافات دوری کنن، این چیزایی که بسته عزیزانو. آخه نمیدونن اینا خرافاته، فکر میکنن اینا حقایقه که پذیرفتن. من میبینم که واقعا دانسته میکنن و میبینم که دنبال چیزی هستن که اصلا معنی نداره، مفهومی نداره. آخه کفبینی، رومل استرلاب و نمیدونم تمام این جادوها و جنبلها و رفتن و زری بستن و به این امامزاده مرده متوسل شدن و همه اینا، ولی مردم فکر میکنن اینا حقایق ها. ولی خیلی هاشون به نظر من آگاه هستن، آگاهانه این کار انجام میدن، لذت میبرن و نمیدونن که پشتش چه روحی هست. فرشید میگه که اینا عادت کردن به اون دروغ‌ها و دروغ‌ها رو انتخاب کردن. و جالب اینه که این روح‌ها سرایت هم میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه خانمی، مادری تو خونه روح فریاد داره، بچه‌ش هم همینطور میشه. طبیعتاً. این روح به اونم منتقل میکنه. آره منتقل میکنه. من میگم شادی سرایت میکنه، مصریه، غم هم مصریه. بله. من با یه خانواده اینجا آشنا شدم خیلی بزرگ و زن و شوهر می‌خواستن از هم جدا شن. اینجا اگر جدا بشه یکم حقوق بیشتر میشه. بله. جدا بشن. من بهشون، من و همسرم 5-6 سال قبلش نبوت کردیم، بهشون گفتیم که اگر شما این کارو بکنین خانوادهتون، بچه‌هاتون همه اینطوری میشه. گفتن نه اینا. و بعد خیلی رفتیم ملاقات، خیلی گفتیم. بخاطر پول خودشون رو زدن که جدا. 200 یورو بود، خیلی کم بود. ولی بلا فاصله بعد از اون 5 تا بچه‌شون تو اینجا ازدواجای خوب داشتن، همه جدا شدن. جدی میگی؟ یعنی این طلاق، روح طلاق از پدر و مادر به تمام بچه‌ها نفرت و تاریکی منتقل شد. میشنوی چی؟ خیلی وحشتناک. فرشید جان شما چه تجربه‌ای دارید؟ در لحظات آخری این جلسه هستیم. من فکر می‌کنم اینو هم فراموش نباید بکنیم که درسته همه اینها روح هستند، ما نباید کسب کنیم که روحی وجود نداره. روح دروغ گفتن، همه تلخی‌ها و همونطور که شما گفتید این روحا کینه میاره و کینه مثل این میمونه که خودت زهر بخوری منتظر باشی دیگری بمیره. نه، شما دارین زهر رو میخورید و هیچ انتظار نداشته به طرف دیگه این ببینه. چی شد شما؟ چی؟ کینه مثل این میمونه که تو زهر رو بخوری منتظر باشی دشمنت بمیره. این دقیقاً امیدوارم خوب توجه کردید. خب پس ما باید توجه داشته باشیم که این روحا هستن، ولی خدا میگه که وقتی من بیام تو زندگیت این لعنتایی که از تو میتونه منتقل شه پاک میشه. میگه تا هزاران نسل من تو رو برکت میدم. واو. میگه لعنت های شما شاید تا چند نسل پیش بیشتره، ولی برکت خدا در زندگی شما اولا لعنت رو از بین میبره، بعد تا هزاران نسل ادامه خواهد داشت. دوستان عزیز، من میخوام از شبان فرشید سیدمهدی خواهش کنم یادتون هست پای برهنه اولین بار میدوه به طرف تیربار، برمیگرده میبینه ماری که اسمش مر مرگه اونجا کمون کرده. دوستان عزیز، چه ماری در زندگیتون کمان کرده؟ چه ماری تو کفشتونه که شما خبر ندارید؟ چه عقربی اونجا هست؟ چه مرگی هست؟ چه فساری در زندگی شما و خانواده ها هست؟ بنابراین همینطور که فرح گفت،
تصمیمات ما منتقل میکنه دشنام و دشمنی رو کدورت رو. و میخواییم متحدن در این استودیو برای شما دعا کنیم. کلام خدا میگه دو نفر متحد شده هر چیزی رو باز کنن باز خواهد شد. ما سه نفر در استودیو متحد میشیم. فرشید جان برای شما دعا میکنه و شما بگید خداوندا من اعتراف میکنم تو خانواده من این هست و منم مقصرم، منم آلودم و توبه کنید، با ما تماس داشته باشید، کلام خدا رو بخونید و امیدوارم که پیروزی رو با هم جشن بگیریم. فرشید جان لطفا دعا کنید. خداوند عیسی تو رو شکر میکنم در این لحظه برای کار عظیم در زندگی های ما. خداوند دعا میکنم الان هر کسی که این تصویر رو این برنامه رو گوش میده یا میبینه، خواهش میکنم خداوند رحم تو بر او بیاد، آزادی تو بر او بیاد. اگر در برابر هر روحی جز تو کرنش کرده و سر خم آورده، ای خداوند او رو آزاد کن در این لحظه. روح تو که روح راستی هست بده خداوند، اجازه بده حقیقت و راستی تو خداوند آزاد کنه ما رو از هر لعنتی که در زندگی هامون اومده. خداوند دعا میکنم نه تنها آزادی بیاد، بلکه برکت تو تا هزاران پشت در زندگی این عزیزان بریزه. بله. ارادت رو خداوند انجام بده در زندگی های ما. خواهش میکنم ای خداوند هر روی که از تو نیست از ما بردار و روح خودت رو در اونجا جایگزین کن. در نام عیسی مسیح از پدر طلبیدم. آمین. 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 دوستان عزیز، امیدوارم از این برنامه برکت پیدا میکنید. خبر خوبی دارم. برنامه هشتمی که به اتفاق شبانان ارجمند، فرای سید مهدی و فرشید سید مهدی داریم دفعه آینده است. امیدوارم از هفت برنامه گذشته که با این واقعا فریختگان و با تجربه های غنی روحانی و سفر عمر داشتیم لذت بردید. اگر ندیدید برنامه رو قبلا هم برنامه قبلی رو نگاه کنید، ولی برنامه آینده رو به همه دوستان اطلاع بدید. بهترین و زیباترین برنامه خواهد بود. تا اون موقع شما رو به دستان خدا میسپاریم. خدا نگهدار شما. خدا. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.